سلام، من یه مدتی و دنباله بهونه میگشتم راجع به این حرف بزنم که بعضیا فکر کنن هر کی دیگه حالا تو این دانشگاه خارجیه حتما خیلی میفهمه یا خیلی باهوشه یا خیلی مثلا کار درسته به هر متر و معیاری، چه اونایی که حالا از ایران پا میشن میرن خارج، چه اونایی که مثلا خارجین و همونجا درس میکنن اینا. و به نظرم این چیزیه که خوب آدم راجبش بدونن، اینکه قاعدتا به طور آماری هر شب شما جای بهتری بری، مؤسسه بهتری بری، دانشگاه بهتری بری، شانس این که آدمای خیلی داغون توش پیدا بشه کمتر میشه. یعنی در واقع اینه که هر چقدر این سیستم های این شکلی به نظر من رشد کردن، از کف شروع میکنن اصلاح کردن، یعنی شانس این که واقعا آدمای خیلی نخاله عجیب و غریب توشون پیدا بشه کم میشه. مثلا شما چه میدونم اینجایی که من درس میخونم خیلی کم پیش میاد یه آدمی رو پیدا کنید که اومده باشه دانشگاه به خاطر اینکه نخواسته بره سربازی، چون اصلا این چیزیه که اینجا تعریف نمیشه دیگه ها. واسه همینه که اون قیودی که آدم ها رو به دلایلی غیر از دلایل حرفه‌ای میکشونه دانشگاه یا تو دانشگاه نگه میداره، اینجا خیلی کم و کمتره به خاطر نوع کلی کشورداریشون. یا مثلا وقتی شما نگاه میکنید به استاد دانشگاه، استاد دانشگاه میتونه بره بیرون مثلا شغل بهتری پیدا کنه، حقوق بهتری، یا دانشجوی دکترا همینطور. برای همین از پایین هرچقدر این دانشگاه بهتر و بهتر میشن، شانس این که آدم خیلی دریوری توش پیدا بشه کم میشه. ما توی بهشتی هر سال ورودیای ارشد میومدن، یه کسایی توشون بود آدم تعجب میکرد، طرف نه فیزیک بلد بود به اون مقداری که حداقل انتظاره، نه مثلا میشه گفت که علاقه داشت به فیزیک خوندن، نه هدفی داشت برای دنبال کردن، و هم خودشو مسخره کرده بود هم کل دانشگاه رو هم سیستم آموزشی عالی رو، که حالا اومدیم ببینیم چی میشه. با همه هم بحث میکرد که شما کارتون چرت و پرته. و اینا میان حتی دانش دکترا میشن، و من دانش دکترا داشتم تو بهشتی که وقتی بقیه کار علمی جدی می‌خواستم بکنم اینا رو مسخره می‌کردن. و من همیشه اینجوری بودم که خب نفله، اگر تو نمی‌خوای بکنی این صحبت نکن، چیکار داری با بقیه. حالا ماجرا اینه که این دانشگاه هاش سیستمشون بهتر میشه و مملکت‌های درست حسابی تری میشن، اینجور قیود هی این شرایط رو به جوری هدایت میکنه که از پایین کرانه پایین وضع بهتر و بهتر بشه. اما راجبه کران بالا به نظرم خیلی قضیه بغرنجتر از این چیز هاست، و اینکه خیلی وقتا آدم هایی که جاهای خوبی درس خوندن، مثلا خب توی ایران 4-5 دانشگاه خوب هست که اونا به نسبت از بقیه خیلی بهتره، بعد توی هم صحبت پیدا کردن توی این فضاها وقت آدم به یه گوهرهای نابی میرسه که واقعا ارزشمند حضورشون، یعنی هم صحبتی با این آدم ها توی اون محیط یه تنه میارزه به مثلا هم صحبتی با بقیه آدم ها استاد ها. مثلا من خودم موقعی که بهشتی بودم هم صحبتیم با شاهین شریفی و داوود معصومی اصلا یه چیز و یک فضای دیگه بود، و اینقدر من از این دو نفر خصوصا شاهین شریفی یاد گرفتم که به نظرم هیچ موقع قابل مقایسه نیست با بقیه چیزی که توی بهشتی یاد گرفتم، چون یک چیزایی هست که شما توی کتابا نوشتن، توی ویدیو لکچرهای آنلاین موجوده یاد میگیرید، ولی یه سری چیز هست که کسی بهتون نمیگه و باید اینا از آدمایی که واقعا اهلش باشن یاد بگیرید. واسه همینه که اگر به من بگن مثلا بهترین اتفاقات توی زندگی چی بوده، همیشه میشمارم که توی چه مقطعی توی زندگی حرفه‌ای با چه آدمایی آشنا شدم، و همینطور که بعدا توی دوره فوق لیسانس هم با امیر حسین شیرازی کار کردم، و خب این خیلی برام موجب هم مباهات بود هم کلی چیز حرفه‌ای یاد گرفت. و آدمیزاد توی اینجور محیط ها یک شبکه‌ای میسازه که اینجور آدم ها توشن، و توی هم صحبتی با ایناست که آدم رشد پیدا میکنه، و اگر شما نتونید این آدم رو پیدا کنید یه بخش جدی از رشدتون متوقف میشه. من چند نفر جدید آدم پیدا کردم، آدمای کار درست که سرشون به تنشون میارزه و کار حرفه‌ای انجام میدن، ولی مستقل از اون ایدم این بود که وقتی میام آلتو
چگالی آدم حسابی ها باید خیلی بیشتر از این چیزی که هست باشه. ولی همونطور که گفتم، مثلا اینکه استاندارد از پایین تغییر میکنه، یعنی آدم های مثلا در پیت کمتر آدم میبینه اینجا. ببخشید من کلمه ها رو میگم، واقعا حقیقت اینه که بعضی از آدم ها اینجوری هست از نظر من، یعنی آدم های خیلی درب داغونی نمیبینی، ولی بقیه هم دوروری متوسطی بالا و پایین میشن و اون چیزهای نایاب واقعا انگار اونقدر تعدادشون زیاد نمیشن. چه گالی اونجور آدم هایی که شما باشه گفتگو انجام میدی و از اون گفتگو چیزی گیرت میاد اونقدر نیست. بعد فکر میکردم مثلا مشکل منه، با بقیه دوستام توی بقیه جا هم حرف میزدم و اونا هم همین نتیجه گیریو داشتن که اونقدر هم توی مؤسسات خفن آدم هایی نیستن که سرشون به تنشون بیارزه. ماجرا اینه که تعداد زیادی ساینتیست بد ما داریم، تعداد زیادی دانشمند بد ما داریم که مقاله بد می نویسن و مقاله بد زیادی منتشر میکنن و انگار یک سری آدم اصیل توی هر رشته و گرایشی هست یا همش آدم درست حسابی که واقعا ساینتیستن و اینان که در حقیقت فیلد خوب جلو میبرند، راه رو باز میکنن و فرصت هم به بقیه که بیان اینجا دست ورزی کنن. بقیه توفیلی راه هند و به خاطر فضای کسب و کارگونه دانشگاه و اینکه دانشگاه آکادمی امروزی بیزنسه، اینها هسته. اینو خیلی قشنگ میشه دنبال کردن. شما میرید توی کلاب هاست و میبینید که یه مش آدم میان، من دانشجوی دکترای فلان جا، من استاد، حتی استاد دانشگاه توی دای خارجی، و وقتی اینو شروع میکنن حرف زدن آدم خندش میگیره، این واقعا درس خونده، این واقعا ساینتیسته، این چرا اینجوری فکر میکنه، این آدم پر از مثلا سوگیریتونه توی مسیری که داره میره. و وقتی شما همینطور گوش میکنید که یه آدم چطوری از یه گزاره میره توی گزاره دیگه و گزاره رو انتخاب میکنه تا به یه جایی برسه، میتونید بفهمید که این آدم چقدر به یه چیزایی فکر کرده و چقدر بلده یا چقدر مخش اصلا کار میکنه که تا کجا رو ببینه. برای همینه که ما تعداد زیادی از اینجور آدم ها داریم با عناوین خیلی فنسی، زرق و برق داره حرف زدنشون، کلمه‌های قشنگ بلدن، دانشگاه‌های خوب درس خوندن، استادن حتی، ولی وقتی شروع میکنن حرف زدن، اگر آدم یه کمی حواسش جمع باشه میبینه که دارن چرت و پرت میگه. و بعد اینا خب خیلی اینا یه جورایی بعضی وقتا که اصلا جزء اون دسته متجاوزان معرفتی هن. یعنی رسما به یک چیزهایی وارد میشن که نمیفهمن ولی فکر میکنن میفهمن. اینها تعدادشون هم کم هم نیست و مشکل هم ایرانی ها نیستن، یعنی که فقط ما بگیم اینا ایرانی هایی هن که ایرانی ها به نظرم یه اثر دیگه ای دارن و اون اثر اینه که خب طرف پاشد اومده، حالا مثلا من از یه جایی اومدم به دانشگاه خارجی، حالا همه هر جایی میرم توی جمع ایرانی میگم آره من دانشجوی دکترام توی آلتو، و آدم ها اینجوری فکر میکنن که اوکی خب حتما دیگه یه شکر خورده برای خودش و یه چیزی شده، و در صورتی که من اینجا یه دانشجو هم، یعنی بقیه دانشجو با یه استاندارد خیلی مشخصی اونقدر هم مثلا فرق نمی. همین الان من مطمئنم من توی ایران توی همین دانشگاه ایران کسایی میشستن از من خیلی بهتره، ولی عنوان خارجی داشتن که وقت با آدم ها اینو میده. حالا از اون طرف هم بین خود خارجی ها اونقدر هم مثلا آدم های واقعا اصیل پیدا نمیشه. آدم اصیل به معنای اینکه به هدف و کار و نوع زندگی حرفه‌ای توی علم وفادار باشن، یعنی اون اصالت رو حفظ کرده باشن. به طور پیش‌فرض آدم هایی که تو فرهنگ ها و شرایط سیاسی بزرگ میشن که کمتر یاد میگیرن که دروغ بگن، کمتر یاد میگیرن که شارلاتان بازی کنن، اینو توی بقیه جای زندگیشون هم همینجوری تعمیم میدن، واسه همین مثلا توی دانشگاه هم کمتر به فکر پیچوندنن یا راه‌های دیگه، ولی اینم تو همون استپ میمونه. یعنی حقیقتش اینه که اون آدم‌هایی که واقعا یک تجربه زیسته‌ای داشته باشن خیلی کمند، یعنی
یک حرفی بزنن که بهش فکر کردن، در موردش یاد گرفتن، بعد بستش دادن، باش مدت زیادی کلنجار رفتن و اینو بعد به شما تحویل میدن، تعدادشون کمه. و مشکلی که کووید برای جامعه علمی به نظر من ایجاد کرد و کسی کم راجبش حرف میزنه اینه که این مدل صحبت هایی که بین آدم حسابی ها و مثلا آدم های مثلا تو فعلی مثل من بود و از ما گرفت. یعنی خیلی وقتا شما میرفتید یه کنفرانسی یا بالاخره چون ارتباطات فیزیکی وجود داشت و میشد رو در رو با خیلی صحبت کرد، شما شانسی نداشتید که بالاخره آدم حسابی پیدا کنید. و آدم حسابی لزوم این نیست که فقط راجبه مثلا صرف نوع پژوهش که دارید انجام میدید، نه، کلی مسئله جانبی داره علم. و حتی شما میتونید با یه آدمی از یه دانشکده دیگه حرف بزنید، میتونید با یه آدمی از مثلا فرض کنید دپارتمان ریاضی راجبه یک چیزهایی حرف میزنید، بهتون نگرش میده، یا حتی راجبه دیسیپلین دیگه. و اینکه این ارتباطات از بین بره خیلی بده. چیزی که من فهمیدم اینه که خلاصه حرف اینه، آدم درست حسابی همه جا تعدادش کمه، ولی نکته مهم اینه که آدم بره اونا رو پیدا کنه، با اونا سلام علیک کنه، با اونا بشینه بلند بشه. آدم به جای اینکه باید یک عالم لینک داشته باشه، باید لینک های خیلی درستی داشته باشه. و واقعا من گاهی وقت اذیت میشم با بعضی از دانشجوهای دکترا اینجا حرف میزنم و ادعاشونم اینه که من دارم ساینتیست میشم، ولی در عمل یه زندگی کارمندی انتخاب کردم که من میام میرم اینو انجام میدم، اینو ریپورت میکنم اینو، ولی هیچ موقع نه اون شور و هیجانشون رو میبینه آدم، نه اینکه کیف میکنند از زندگیشون. بعد خیلی هاشون به بهونه ورک لایف بالانس حاضر نیستن راجع به علم خارج از کار حرف بزنن، که این به نظرم مسخره ترین چیز ممکنه. یک ساینتیست باید با من در حد مانیفست دادن اینو نمیخوام حرف بزنم، ولی به نظرم اون آدمایی که خیلی علمو دوست دارن، خیلی اهلشند، اینا ازش لذت میبرن. برای همین حتی بیرون از شرط کارشون ازشون بپرسی باید حرف میزنن و مشتاقن که این دیالوگ پیش بره. و اگر مثلا یه روزی با یه نفر شما یه دیالوگی برقرار میکنی توی یه پارتی یه جایی و این تموم میشه، طرف یادش میمونه و مثلا چند روز بعد میگه فلانی راجع به این بود که حرف زدیم، و تو میبینی که او طرف مثلا رفته این چند روز بهش فکر و ادامه میده. اما اینجا خیلی وقت آدم ها فقط حرف هایی میزنن برای اینکه به قول خودشون سوشال باشن، و این حرف ها فقط چند تا کلمه یکی گفته میشه و رها میشه. و به نظر من واسه کسی که مثل من به مسئله نگاه میکنه دردناکه اینکه شما آدمای کمی این شکلی دور و برت باشن، آدمایی که واقعا مشتاق نیستن، آدمایی که کنجکاو نیستن، آدمایی که حتی اگه بلد نباشن دوست دارن که یاد بگیرن، یا اگر آدمایی که بلدن دوست دارن به تو بگن و با فروتنی کامل بدون اینکه بخوان قیافه بگیرن و چیز دیگه. اینم ویدیوی اول هفته ما. خوش باشید.